خانم انصاری، در دو سوالی که از آقای پورنقوی و آقای علیجانی پرسیدم، بحث تفاوت جامعه امروز با جامعه اون روز پیش اومد و اینکه زمینه خشونت در اون روز و این روز. آقای علیجانی به دو قطبی بودن جامعه تو اون موقع اشاره کردن و اینکه نقش آگاهی رسانه ها در جامعه امروز که از یک طرف تکرار چنین جنایتی رو ممکنه یعنی پیشگیری بکنه از تکرار چنین جامعه و از طرف دیگه از مستعد خشونت بودن جامعه باز گفتن که باید کار بشه در اون زمینه و نه فقط در زمینه سیاسی. نظر شما در این رابطه چی؟ دوستان ترمایی رو استفاده کردن در رابطه با خشونت که منم دوست دارم راجبش صحبت بکنم، چون منظورتون آیا خشونتی که تو سال 67 صورت گرفته، اگر راجب خشونت در جامعه ایران باید صحبت بکنیم، 35 ساله که حداقل به شکل قانونی نیمی از جامعه ایران که زنان هستن خشونت بر علیهشون قانونی شده. یعنی فکر میکنم که این یک موضوع ما روی میز گرد زنان نیستیم، ولی چون بحث خشونت رو کردین و از به طور عمومی بهش پرداخت کردین، 35 سال در ایران قانون جزا خشونت رو بر علیه زنان ترویج میده. 35 سال زنان به خاطر اینکه پوشششون مطابق نرم اسلامی نیست کتکشون میزنن، دستگیرشون میکنن، میبرنشون توی زندان بهشون تجاوز میکنن. گفتم میزه گرد زنان نیست که در راجب عرصه های متفاوت خشونتی که بیش از 30 میلیون ایرانی دارن 35 ساله میکشه. خشونت رو قوانین حکومت مذهبی استبدادی در ایران نهادینه کرده در جامعه. آقای علیجانی فراموش نکنیم که در همون ترم مذهبی که استفاده میشه قصاص، میگه نصف مرد برابر یه زنی، یعنی اگه یه زنی یه مردی رو بکشه دو تا. من وارد اینا، شما بهتر از من میدونید، جامعه یک شبه از فرداش که خشن نمیشن آدم ها بخوابن فیلم امریکایی نگاه بکنن خشن میشن. 35 سال حکومت استبدادی و مذهبی مروج انواع و اقشام خشونته. شما وقتی به خاطر اینکه یک جوون یه آستین کوتاه پوشیده یا آبجو خورده میبرین شلاقش میزنید، ترویج خشونت میکنید. نتیجتا اگر میخواین راجع به خشونت به طور کلی صحبت بکنیم، فکر میکنم با تمام نقطه سیاهی که در تاریخ ما هست راجع به زندانی سیاسی و خود من هم با بغض در گلو راجع به صحبت کردم از سالهای 60 به بعد 67 نقطه اوجش، و یک پرانتز باز میکنم، زندانی سیاسی در ایران به 67 ختم نمیشه. بعد از کشتارهای 67 همه هم آزاد نشدن آقای علیجانی، یک سری موندن سر موضعی بودن، هیچ جام راجبشون حرف نمیزنن. زندانیایی رو من ملاقات کردم تا 75 تو زندان بودن، زنان نمیگم، زنان رو همه آزاد کردن، زندانی سیاسی بودن و همچنان ادامه داره زندانی سیاسی در ایران. خشونت هایی که برشون، زهرا کاظمی درسته یک نفره گرفتن توی بازجویی زدن تو سرش ضربه مغزی شد، اینا همه یعنی نقطه عطف درسته کشتار زندانیان سیاسیه، ولی اگر میخواین راجع به مسئله خشونت صحبت بکنی در تمام ابعاده. و من دوست دارم، شاید من بد متوجه شدم از نظر متدولوژی، شما میگید خمینی، من فکر میکنم که خلاصه کردن تمام جنایاتی که 35 ساله داره صورت میگیره در شخص خمینی، کما اینکه ایشون پرچمدار این خشونتن و من با شما موافقم، از نظر متدولوژی به نظر من درست نیست. ساختار سیاسی ایران، حکومت مذهبی استبدادی ایرانه که اجازه میده که این جنایات صورت بگیرن، چون اگر که بود باید با رفتن خمینی تموم میشد. و اون کسایی که میگید یا در مصلحتشونه، شما به نظر من کلامتون روشنتره، میگید شاید خودشونم به نوعی شریک جرمن که میخوان به فراموشی سپرده میشه. مسئله مصلحت نیست یا مسئله باور مذهبی به اینکه خمینی امام بوده و درست تشخیص داده پس حرفشو نزنیم نیست. برخی از اینا که امروزن در حکومت هستن دستشون تو این جنایات آلوده است.
ساختار سیاسی ایران اجازه داده که این خشونت باشه و ادامه بده و اتفاقا نمونه هایی که شما از حکومت های استبدادی مذهبی مسیحی گفتید همیشه همین بوده. از نظر من هر گونه حکومت ایدولوژیک به خصوص اگر نوع مذهبیش باشه وقتی به قدرت سیاسی برسه تاب و بر نمیتابد دگراندیش رو، یا میسوزونتش مثل قرون وسطا به عنوان جادوگر رو نمیدونم، یا اینکه زندانش میکنه یا زبانش رو میبره یا مثل نادرشاه میکنه. در تمام طول تاریخ همین بوده. نتیجتا من فکر میکنم اگر ما به عنوان نیروهای آگاه جامعه، من اینجا دیگه با کلاه خانواده زندانی صحبت نمی کنم، به عنوان یک زن و یک نیرو آگاه و روشنفکر جامعه ایرانی صحبت می کنم، ما اگر می خواهیم با خشونت در جامعه ایران تصفیه حساب بکنیم باید در نظر تاریخی ببینیم چگونه خشونت در جامعه ایران وجود داشته، با چه قوانینی، با چه ایدولوژی که در ایران ما نوع مذهبیشه، ممکنه در روسیه یا در اتحاد جماهیر شوروی نوع مثلا استالینش باشه برای اینکه اینجا هیچ جای تردیدی باقی نمونه، کجاست، چجور حکومتیه که خشونت رو در جامعه نهادینه میکنه و نه تنها هیچ گونه تلاشی برای ممانعت نمیکنه، تشویق میکنه خشونت رو، افراد و مذهب ها رو، سنی رو بر علیه شیعه، مسلمون رو بر علیه یهودی، بر علیه ارمنی، کرد رو بر علیه بلوچ، بر علیه فارس. فراتر از قتل و دزدی با اسلحه است ابعاد خشونت در جامعه ایران در این 35 سال آنچنان از طریق حکومت اسلامی نهادینه شده که ما اگر ارزیابی درست سیاسی اجتماعی و تاریخی نکنیم را به ناکجا آباد میبریم. این اولین نکته. نکته دوم، من اساساً اینجا باز به عنوان خانواده بازماندگان صحبت نمی کنم. مسئله تاوان و انتقام و نمیدونم یا قصاص که اساساً واژه مذهبی هاست و توی فرهنگ لغت من جایی نداره نیست، مسئله این نیست. من اینجا به عنوان شاکی خصوصی آقای علی جانی صحبت نمی کنم، هرچند که گفتم در قلبم خون میریزه. من به عنوان یک فرد در جامعه ایران من میگم اگر میخواد این جنایت ها دوباره تکرار نشه، همونجوری که شما هم اشاره کردید، در وله اول باید بگیم چجوری به وجود اومد، کی به وجودش آورد، عاملینش کی بودن، عاملینش کی بودن. فقط با روشن کردن بستر و زمینه خشونته که میتونیم از تکرارش ممانعت بکنیم. بعد مسئله بخشیدن یا نبخشیدن بحث دیگه است. با دوست شیلیایی صحبت میکردم، 40مین سالگرد کودتای پینوشه بود بر علیه آلنده دیروز، 40 ساله. میگفتم میرو میاد دیگه شیلی، بخشیدی فراموش میکنی؟ گفت کی رو باید ببخشم؟ من هنوز نمیدونم کیا بودن به طور مشخص. پینوشه رو فقط گفتن، خمینی رو فقط میگیم، عاملین اون جنایتی که من رو به عنوان یک زن در زندان شکنجه کردن و برادرم رو جلوی چشمم کشتن. من هنوز دقیقا نمیدونم عاملین کی رو باید ببخشم. نتیجتا حتی اگر من ممکنه به عنوان فرد ببخشم، ولی هرگز فراموش نمی کنم. فرزندان منم نباید فراموش بکنن. برای همین مسئله بحث شاکی خصوصی نیست. برای اینکه جنایت تکرار نشه باید روشن بشه، باید ببینیم در چه ابعادی بوده و نتیجتاً اگر چنانچه در یک دادگاه ذی‌صلا که من آرزوی یک دادگاه بین المللی رو دارم رسیدگی بشه، اون موقع عاملان و عاملان جنایت میفهمن که نمیشه هر کاری رو کرد و در مقابل جامعه ایران و جامعه جهانی پاسخگو نبود. اینه وگرنه مسئله انتقام گیری و نمیدونم، چون شما توی کلامتون خون رو با خون شسته میشود، اتفاقا اینا همه الفاظیه که فکر میکنم در فرهنگ لغت بسیاری از خانواده های اعدام شدگان الان وجود نداره، اصلا خیار ندارن خون رو با خون بشورن. اگه این بود که باید میگفتن بچه هاشون اسلحه بگیرید برید شما پاسدارا رو بکشید، نه، اتفاقا ما نمیخواییم خون رو با خون بشوریم. ما میخواییم برای اینکه خون دیگری ریخته نشود این جنایت تاریخی تمام ابعادش روشن بشه و فقط در این صورت میبینیم. اگر رژیم جمهوری اسلامی
پارسال یک مصاحبه به همین مناسبت داشتم، این رو روش تاکید کردم، اجازه میداد که دادگاه‌های درستی تشکیل می‌شدن راجع به سران ساواک، شکنجهگران ساواک. در همون چند تا صحنه باقی نمی‌موند که تا چپا اومدن شهادت بدن بلافاصله تعطیلش کرد جمهوری اسلامی، برای اینکه خودش می‌دونست که بیشترین زندانی سیاسی نیروهای چپ و دموکرات بودن، بیشترین شکنجه شده هم اونا بودن، خانواده هم اومد دادگاه را. اگر بعد از فردای انقلاب دادگاه تشکیل می‌شد، اینا می اومدن، خانواده ها می اومدن، زندانی های سابق الان توی این جمع ما هم ممکن ازشون باشن، می اومدن و اونجا صحبت می کردن و به جوانان، برای جوانان ما فیلم های مستندی درست می کردن که خشونت، ساواک، شکنجه، تیرباران چجوری بردن بیژن جزنی رو روی تپه های اوین کشتن با دست بسته. اگر اینا رو می اومدن فیلم می کردن و می گفتن، شما مطمئن باشید که در شرایط سیاسی حتی دیکتاتور مذهبی مثل خمینی به این راحتی نمیتونستن. پاسدار 18 ساله رو می آوردن، می گفتن بزن و به اصطلاح این میری بهشت. خشونت اگر می خواهیم بگیم، باید راجع به اون کلیدایی که تو گردن نوجوانامون انداختن، فرستادن روی مین به خاطر اینکه برن بهشت، اونا رو هم باید بگیم. پس یک ساختمان فکریه، یک نگاه ایدئولوژیک به جامعه است و به انسان در کلیتش. ما اگر میخواییم با خشونت تصفیه حساب بکنیم، فکر میکنم راجع به اینکه چه جور جامعه، چه جور مدل از جامعه، چه قوانینی رو میخواییم داشته باشیم که درش زن، مرد، ترک، بلوچ، کرد، لور مثل انسان آزاده و یکسان برخورد بشه، ما اگر بتونیم این پایه ها رو بذاریم، اون موقع میتونیم از باز تولید خشونت جلوگیری بکنیم، وگرنه به قول شما به تصفیه حساب های چیز مطرح میشه. بعد اگه اجازه بدید فقط یک نکته رو بگم در رابطه با اینکه تصفیه حساب های سیاسی، این ممکنه مشکل بعضی از دوستان اصلاح طلب باشن که توی حکومتن یا بودن یا میخوان بیان بیرون، ولی اساسا ما در این مورد که عمده ترین به اصطلاح قربانیان هم از خانواده های ما هستن، ما اصلا توی این داستان ها نیستیم، اصلا مشکل ما این نیست، مشکل ما تصفیه حساب سیاسی نیست، چون که اینا که همراهان سیاسی مشترک ما نبودن که حالا بخوایم باشون تصفیه حساب سیاسی بکنیم. نتیجتاً در رابطه با اینکه ادبیات خشونت کلامی رو باید باش به اصطلاح مبارزه بکنیم نذاریم، من با شما موافقم، ولی برای دادخواهی احتیاجی نیست از کلمات خشونت انگیز استفاده بکنیم. جا قرن 21 جامعه مدنیه، ما باید از اینا صحبت بکنیم. چرا کهریزک بیان شد؟ چون وسایل ارتباط جمعی بود، چون مردم تونستن حرف بزنن تو اون سالها، این امکان وجود نداشت. قلم پای مادر من رو توی بهشت زهرا شکستن، برای اینکه رفته بود مادر من با دستای زمین بهشت زهرا رو کنده بود که بتونه صورت جوانش رو که اعدام کرده بودن پیدا بکنن، بعد اومده بودن کتکش زده بودن. اینا هیچ ربطی به خشونت کلامی ادبی نداره، اینها زخم هایی که بر قلب این خانواده ها هست رو بزنن، بگن، تقاضا بکنن که این آدم ها به قول شما. و بعد فکر می کنم اگر اجازه بدید، من کوچیکتر از اینم که بخوام از نظر سیاسی بشه، این از نظر سیاسی خطاست که ما بیایم بگیم که پس اون مجاهدی هم که رفته ترور کرده بیاد با اون پاسداری که برده فرق میکنه. اون یک جریان سیاسی که من 100% با ایدئولوژیش، با روشش 100% مخالفم، به الانم بر نمیگرده، به اون موقع بر میگرده، ولی جمهوری اسلامی در حکومت بوده، زندانی زندان جمهوری اسلامی بوده، اون باید، شما میتونید بگید یه گروه تروریستی بوده، اوکی، ولی اون یک حکومتیه که وقتی زندانی رو میبره توی زندان باید بر اساس یه قانونی، ولی متاسفانه میدونیم قانونی که در ایران بود، قصاص، قانون جزا به هنوز عمل میکنه، نتیجهش همین میشد از نظر من. متشکرم و عذر میخوام اگر بیشتر از وقتم صحبت کردم، ببخشید. خانم انصاری، البته در رابطه با نکته ای که در آخر گفتید، این رو فکر کنم آقای علیجانی هم در صحبتاشون بود که جرم و جزا باید با هم تناسب داشته باشد و مسئولیت حکومت در حقیقت اون جای خود داره، این رو فکر کنم تاکید کردن چند بار ایشون روشون. بحث که به اینجا کشید، من دوست دارم بازم برگردم به تفاوت جامعه در سال 67 و امروز. امروز نه تنها نسل جوان طور دیگه‌ای به مسائل سیاسی نگاه میکنه، نه تنها نسل جوان نیست که ایدئولوژیک نگاه میکنه و جامعه رو میبینه، همونطور که شما گفتید این ایدئولوژیک نگاه کردنی که خشونت میآفرینه و به اصطلاح نوجوانها رو
به اون شکل به جبهه میفرسته و میکشه در همه ابعاد خودش. من در کتاب خاطرات زندان هم که میخونم این ایدئولوژیک نگاه کردن رو در همون نسل جوان و روشنفکر اون موقع هم میبینم، بایکوت کردن ها، به اصطلاح مرزبندی ایدئولوژیک کشیدن و این پنداشت تمام حقیقت رو پیش خود پنداشتن، من فکر میکنم در اون سالها در همه جامعه ما بود و وجود داشت. امروز نه تنها نسل جوان اونجوری نگاه نمیکنه، بلکه نسل ما هم بازم در همه ابعادش، نسل ما چه نسل چپ و چه مذهبی و ایدئولوژیکش مانند 25 سال پیش نگاه نمیکنه. یعنی هستن هنوز، اقلیتی هست که اینجوری میپنداره، ولی اون اقلیت امروز برخلاف 25 سال پیش منزویه. امروز کلیت جامعه در کلیت خودش ایدئولوژیک نمیبینه، سیاه و به خصوص نسل جوان سیاه و سفید نمیخواد بکنه، این مرزبندی ها رو قبول نداره به اون شکل و این خود میتونه فکر میکنم زمینه خیلی خوبی باشه برای اینکه جلوگیری بشه از تکرار همچین جنایت هایی و اون خشونت به اصطلاح مستعد خشونت بودن جامعه رو یه مقدار خونسا بکنه. سوالی که دارم تو این زمینه فکر کنم از آقای پورنقوی شروع بکنم. با توجه به این صحبتایی که تا الان شد، جامعه امروز ایران به این فاجعه چجوری نگاه میکنه و نسل جوان چقدر نسبت بهش آگاهی داره اصلا و چطوری میبینتش، چجوری بررسی و تحلیلش میکنه به نظر شما؟ ببینید، بذارید از یک راه غیر مستقیم برای اینکه احتمالاً سوء تفاهمایی هم که برای خانم انصاری اتفاق افتاده دست حرف من رفع بشه شاید، وارد قضیه بشم و اون همین هست. من معتقد نیستم که جنایت 67 به صورت فیزیکی یه توی ایران بتوانه تکرار بشه، واقعا برام غیر متصوره. شاید به دلیل ابعاد وحشتناک این جنایت هست که برام غیر متصور هست این جنایت در شکل فیزیکی خودش بتواند تکرار بشه، ولی فکر میکنم این جنایت در شکل سیاسیش هنوز داره میان ایران تکرار بشه و مادامی که به قول درست هم خانم انصاری و هم آقای علی جانی وجدان جمعی که این رو تاکید میکنم تابو بفهمتش. به چه معنا تابو بفهمتش؟ به این معنا که نخواد براش نسبیت ایجاد بکنه، نخواد نسبیش بکنه، ایجاد نشده باشه. ترس من حقیقت این هست که مدام در ابعاد سیاسی، در ابعاد کلامی و در اشکال مختلف این جنایت تکرار بشه و من مایل هستم بگم اونجایی که من میبینم هنوز هم که هنوز هست جامعه ایران واکنش لازم ره به انتصاب آقای پور محمدی به عنوان وزیر دادگستری نشان نمیدهد، فکر میکنم که این هنوز هشداری است به من برای که بگه که پتانسیل برای تکرار این جنایت در اشکال سیاسی، در اشکال غیر فیزیکی هنوز وجود داره. اگرچه که من استقبال میکنم خشونت زدایی از مسیحیت که اشاره داشتید در طول تاریخ معناش این بوده که در درجه اول از توسل به خشونت عملی جلوش رو بگیرن تا جوامعی که ما امروز میبینیم خود مسیحیت به مثابه یک نهاد سازمان یافته نه الزامن مبلغ واقعی عدم خشونت هست. جنبش های قابل توجهی در این زمینه وجود داره. بنابراین یک، من فکر میکنم که ما باید نسبت به پتانسیل موجود برای تکرار این، مادام که وجدان جمعی که این خشونت ره نمیخواد و آماده و نمیپذیره که نسبیش بکنه ایجاد نشده باشه، میتوانه در اشکال دیگری ایجاد بشه. اما مستقیم تر سوال شما این که تفاوت های امروز با قبلی چیا هستن؟ یک تفاوت بسیار عمومی وجود داره میان جامعه امروز نسبت به اون موقع، اونم در واقع ایدئولوژی زدائی تقریبا از عموم شؤون جامعه است. جوان امروزی رو در نظر بگیر، حتی روحانی امروزی رو در نظر بگیر،
حوزه علمیه رو در نظر بگیر، به زعم من ما اصلی ترین تا اونجایی که مسئله این جنایت مطرح است. یه اشاره هم بکنم به خانم انصاری. خانم انصاری، من وقتی در سوال قبلی از خشونت صحبت کردم، تصریح کردم خشونت علیه مخالف سیاسی، یعنی خودم رو محدود کردم به مخالفین سیاسی و از اونجا هم شروع کردم که زدن طرفداران شاه رو به اون کیفیت چیز کردن، نابود کردن. قصد به اصطلاح نگاه عمدن نگاه عمومی به خشونت رو نداشتم. الان هم برگردم به موضوع. تا اونجایی که این مسئله و نه تفاوت‌های عمومی جامعه ایران امروز با ایران 20 سال پیش 25 سال پیش مطرح است، تا اونجایی که این مسئله مطرحه، من فکر می‌کنم اصلی ترین تفاوتی که باید برش انگشت گذاشت، ما با یک جامعه ایدئولوژی زدوده مواجه هستیم. این امیدواری در من از جمله ایجاد میکنه که چنان که عرض کردم بتوانم با اطمینان نسبی یا اطمینان مطلق حتی بگم که معتقد نیستم این بتوانه تکرار بشه. دوم، شاید طبعی این موضوع ولی در این حال مستقل از این موضوع، موقعیتی است که چه جامعه و چه حاکمیت درش به سر میبره. من در سوال قبلیم اشاره کردم قطبیت جامعه در روزگار قدیم در 25 سال گذشته یکی از دلایلی بود و من گفتم دلیل اصلی به زعم من، دلیل اصلی اجتماعی هست که اجازه میده جنایت مشابه 67 یک جنایت کم هزینه برای جمهوری اسلامی تمام بشه. اما امروز روز ما با این قطبیت مواجه نیستیم. شما این عدم قطبیت نسبی را در قیاس با 25 سال پیش در مناسبات سکولارهای مذهبی و غیر مذهبی از جمله می توانید ببینید، چیزی که 25 سال پیش اصلا چیز نبود، صحت نداشت. می توانید در بدبستان جامعه به طور کلی در شکل خیابانی خودش توی تاکسی ها تا اشکال یه مقداری به اصطلاح مدرن امروزیش پشت وبلاگ‌های مختلف و رسانه‌های مختلف ببینید. این دو تا فاکتور رو، یعنی یک جامعه ایدئولوژی زدوده و دو جامعه به نسبه قطبیت زدا شده، دو فرق اصلی هستند که دستمایه اصلی من برای استنتاجی که عرض کردم. جامعه ایران توش بیم و امید زیاده. من جنبش سبز رو که میبینیم، یعنی نسل جنبشی که به هر حال موتور محرکش و نیروی فعالش نسل جدید هستن، امیدوار کننده است. یعنی نشون میده هرچند تو جنبش سبز میان سالها و مسنهان بودن، اما در این حال موتور محرکش جوانهایی بودن که یه مدار با نسل ما و نسل قبل از ما با هم فاصله داشتن، به علاوه اینکه تجربه این 34 سال هم داشتن، یعنی هم تجربه جمهوری اسلامی رو هم گروه های مخالف جمهوری اسلامی رو. حالا متهم اصلی من در سال قبل هم گفتم همیشه حکومت ها هستن، اما ما هم نیروهای سیاسی هم ما ابتدای انقلاب فرهنگ ضد لیبرالی رو تبلیغ میکرد، گفتمان چپ که منم یه بخشی مذهبیش بودم. حالا ما میگفتیم نه ارتجا نه لیبرال، ولی خود تندتر هم بودیم. یعنی ما هم در تشدید فرهنگ دو قطبی نقش داشتیم. ببینیم مثلا میگم 80% تقصیر حکومت، 70% اینجا رو درصد نمیشه گذاشت، مثال دارم میزنم. اگر ما نخواهیم هر جریانی، ببینید در تاریخ جهان و تاریخ ایران با ایدئولوژی های مختلفی ایجاد نفرت و خشونت شده، با ایدئولوژی مذهبی، با ایدئولوژی ضد مذهبی، تو ترکیه با ایدئولوژی ضد مذهبی ارتشی ها تولید نفرت و خشونت کردن، دیکتاتورها در جهان چشم پوش داریم، کفش پوش داریم، نعلین پوش داریم، دمپای پوش داریم. من و شمایی که با دیکتاتوری مخالفیم، مهم نیست که دیکتاتور چکم پوشیده یا نعلین پوشیده یا دمپایی پوشیده یا کفش ورنی پوشیده، ما با ذات دیکتاتوری مخالفیم. ما تحلیلامون تو ایران این طبیعی هم هست، به لحاظ روانشناختی، به لحاظ عاطفی ایران زده است، یعنی عکس العمل شرایط ایرانه. مگر ما در سراسر جهان چند تا دیکتاتوری مذهبی داریم؟ چند تا دیکتاتوری داریم؟ آیا همه دیکتاتوری از تو مذهب در اومدن؟ خانم انصاری، اعدامای 67 بالای 80-85% قربانیانش بچه های مذهبی بودن. ببینید شما هر که حامل تجربه خودشه، دوستان چپ خب رو خاوران تکیه میکنه، درست هم هست. خاوران یه بخشی، یه استان از جنایت 67، اعدامی های 67 بالای 80% چون بچه های مذهبی بودن. شما فرمودین عمده ترین قربانیان خشونت از خانواده های ما هستن. ببینید عمده ترین قربانیان خشونت
یعنی قاتل و مقتول تو جمهوری اسلامی مذهبی هستن. کسی این مسئله رو تو ایران نبینه چی از ایران نمیدونه به نظر من. یعنی تو جامعه ایران و تو جامعه خاورمیانه، یعنی تو فضای خاورمیانه، یعنی تو فضای خاورمیانه هم داره این چالش پیش میره. چالش مذهبی غیر مذهبی نیست، چالش قرائت‌های مختلف از مذهبه که بخشش با نیروهای دموکرات و لائیک با هم همسو هستن و همجبه هستن. هر نوع دو قطبی سازی مذهبی غیر مذهبی تو خاورمیانه از توش خشونت، نفرت، شکنجه و لاجوردی‌های جدید در میاد. لاجوردی هم اگه اول انقلاب اگه زیر اعدام زیر شکنجه زمانشاه کشته شده بود، حالا یه قهرمان ملی بود، یکی از مقاومترین زندانی‌های زمانشاه بوده. بنابراین ما هر گونه، ببینید من هیچ موقع سهما رو مساوی نمی کنم. هر نوع دو قطبی سازی که بین دو قطبش نفرت باشه، از مذهب آبش خورش مذهب باشه، ضد مذهبی باشه، ملی باشه، فمینیستی باشه، حتی ما بخشای من پایان نامم رو اصلا بس فمینیسمه. یکی از نهله های یعنی یکی از مکاتبی که دو تو فرهنگ فمینیستی هست، فمینیستای رادیکال هست، اینا نفرت علیه مرد تولید میکنن. از درون اونم میتونه خشونت در بیاد، در یه جامعه عقب مونده. حالا من این بحث تئوریکشو نمیخوام بکنم. به نظرم ببین الان تو شیلی دو تا خانم نامزد ریاست جمهوریان، این دو تا بچه محل بودن، دوست بودن، باباشون هم دوست بودن، یکیشون شکنجهگر، یکی شکنجه شده. حالا اینا یعنی آینده جامعه ما رو ما میتونیم تو اینجا ببینیم. آیا این دو نفر همدیگر رو میخوان حذف کنن، اعدام بکنن، یا داره باز تولید میشه بحث آلنده و بحث پینوشه و این میتونه تبدیل به وجدان جامعه بشه. جامعه ما هم اگر بتواند بحث خشونت رو که عامل اصلیش در 30 و چند سال اخیر جمهوری اسلامی بوده، بخش غالب نظامی امنیتیش بوده، حالا بخشش اصلاح طلب شدن. شما تو بلوک شرق هم ببینید اکثر اصلاح طلباش سابقه امنیتی دارن، پوتین و یلسین و فلان اکثر سابقه امنیتی دارن. حالا این یه داستانی داره، بعد جداگانه واردش که چگونه به سر اون اصلاح طلب میشن. من به نظرم ما بایستی تحلیلامون از عکس العمل جمهوری اسلامی خارج بکنیم، یه تحلیل جامعه. این به معنای تبرئه جمهوری اسلامی نیست، به هیچ وجه. ما میخواهیم یک پدیده رو ریشه‌یابی بکنیم و این پدیده رو ریشه کن بکنیم. به گمان من جامعه ایران، نژاد ایرانی، حالا بگم روانشناسی قوم ایرانی، استعداد این رو داره، توانایی این رو داره که بتواند این خشونت رو از روان خودش بیرون بندازه. هرچند ما هر سمون درش مشترکیم که مسئله اولیش کشف حقیقته، مسئله دوم تحلیل واقع است و مسئله سوم خشونت زداییه، حالا با گذشت، با بخشش و با تبدیل به یک وجدان جمعی شدن، یک خشونتی که ذهن و روح ایرانی رو آزرده. در مورد علل و عوامل فاجعه کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 و تفاوت جامعه اون روز با امروز ایران به درازا کشید. از این میخوام رقب بزنم به اینکه شما دشوارترین گره حقوقی رو برای رسیدگی به این جنایت در چه میبینید؟ به نظر من دشوارترین گره حقوقی این هست که نظام حقوقی لازم برای رسیدگی به مسئله فعلا وجود نداره. اگر بخوام خیلی کوتاه عرض بکنم، ببینید در ذهن بسیاری از فعالین حقوق بشر، فعالین سیاسی، خانواده‌های حتی قربانیان، این برداشت وجود داره که جامعه بین المللی در این قضیه میتوانه به کمکشون بیاد. آره میتواند، منتها نه در بین المللی ترین امکاناتی که در ذهنهای ما وجود داره، یعنی مشخصا در دادگاه بین المللی جنایی. دادگاه بین المللی جنایی به دو سه دلیل نمیتوانه به این جنایت رسیدگی بکنه و دلیل اولی و اصلیش هم این هست که این جنایت قبل از تشکیل دادگاه بین المللی جنایی تشکیل شده. یعنی دادگاه بین المللی کیفری سال 2002 تشکیل شده، در حالی که این جنایت مربوط به 25 سال پیش هست. دلایل دیگری هم وجود داره، باز هم اگر بخوام یک اشاره فقط داشته باشم، این واقعیت که جمهوری اسلامی عضو امضا کننده یا طرف به اصطلاح این دادگاه نیست و این دادگاه جز در یک حالت بسیار بسیار استثنایی که سازمان ملل میتوانه پرونده غیر عضو را هم بهش بسپره، اکیداً محدود هست در رسیدگیاش به پرونده
کشورهایی که طرف چیز هستند، طرف این دادگاه هستند. بنابراین موضوع رسیدگی دادگاه بین المللی کیفری به این جنایت موضوعی است منتفی. چنان که عرض کردم امکانات بین المللی وجود دارند که اون امکان بین المللی یکی در اون وجه به اصطلاح بین المللی قوانین اسپانیا است، یکی در وجه بین المللی قوانین بلژیک هست که من مکث خاصی نخواهم کرد، فقط به اشاره میگم، و در قوانین بعضی دیگر از کشورها از جمله آلمان و از جمله دانمارک نیز روزنه‌هایی وجود دارند که اقدام بشه در این مورد. برگردیم بنابراین به اصطلاح جنبه بومی این مسئله. وقتی که اشاره میکنم بزرگترین دشواری حقوقی به نظر من فقدان یک نظام حقوقی است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی که بخواد به این جنایت رسیدگی بکنه تا اونجایی که من میشناسمش به اندازه کافی امکان توجیهش رو داره. از حاکم اصلی این جنایت که شخص آقای خمینی بوده و با تصریح برای این که محدود با آقای خمینی نبوده، کسانی که باید به اصطلاح یک دادگاه عادلانه حقوقی مدنی مدرن بهشان به اقدامشان نقششان رسیدگی بکنه، ولی به هر حال نظام فعلی حقوقی ایران به اندازه کافی توجیه و زمینه برای اینکه این جنایت صورت بگیره در اختیار حاکم اصلیش و در اختیار سایرین قرار میداده. متاسفانه معنای این حرف این هست، یا کما اینکه گاهی وقتا ما میشنویم بعضی ها هستن که صحبت از این میکنن که رسیدگی به این جنایت بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، یعنی یک معادله به نظر من اکیدن ذهنی رو ایجاد میکنن و تا اونجایی هم که بحث خشونت و تکرار خشونت و لزوم به اصطلاح خشونت زدائی مطرح هست، درست اتفاقا یک بحث خشونت زاره ایجاد میکنن، یا باید به قضیه اونجوری نگاه کرد که من اکیدن مخالف نگاه به قضیه از این طرف، یا اینکه باید کوشش خستگی ناپذیری ره برای ایجاد نظام حقوقی در همین چارچوب موجود ها، یعنی در نظام جمهوری اسلامی ایجاد نظام حقوقی که رسیدگی به این جنایت ره اجازه بده. مایل هستم به دو سه تا دشواری مشخص در این باره مکث بکنم. یک، واقعیت قضیه این هست که در ذهن ما هنوز متهم به اصطلاح ملکه ذهن ما نیست که متهم نیز صاحب حقوق هست. یعنی یک نظام حقوقی مدرنی که بخواد به این موضوع رسیدگی بکنه از جمله باید در نظر بگیره که متهم صاحب حقوق هست. دو، یک تناقض ذاتی در حقوق میگن وجود داره و اونم این هست که اقدامی وقتی صورت میگیره جرم نیست مگر اینکه در زمان وقوعش قانون علیهش وجود داشته باشه. باز هم به ملاحظه وقت من زیاد مکث نمی کنم، معنای این هست که تناقض درونی حقوقی برای ایجاد نظام حقوقی که میتوانه مستعد رسیدگی به این جنایت باشه با یک تناقض مواجه هست. جنایت در زمانی صورت گرفته که ظاهرا قانونی علیهش وجود نداره الا یک حکم بین المللی. یک حکم بین المللی وجود داره دایر بر این که مهم نیست بعضی از جنایت ها در زمان وقوعشان قانون بومی و ملی علیهش وجود داشته باشه. وجدان بشری اگر آن را جنایت به فهمتش در زمان مربوطه اون واقعا جنایت است. میبینید که این موضوع مجدداً موضوع رو میکشانه به ابعاد بین المللی که چنان که عرض کردم فعلا فقط روزنه‌های محدودی در وجوه بین المللی بعضی قوانین ملی بلژیک و اسپانیا و غیره وجود داره. بنابراین ما با این چالش به اصطلاح مواجه هستیم به عنوان اصلی ترین دشواری و گره حقوقی که بخوایم نظام حقوقی رو توی جامعه ایران در کادر نظام سیاسی حاکم بسازیم، شکل بدیم که مستعد
و توانایی رسیدگی به این جنایت رو داشته باشه. انصاری، آخرین سوال رو از شما میپرسم. آقای پورنقوی به مشکلات حقوقی رسیدگی به این جنایت اشاره کردن. به نظر شما وظیفه مقدم نیروهای دادخواه برای رسیدگی به این جنایت چی هستش؟ ببینید، در پاسخ به سوالتون اول دوست داشتم بدونم که منظورتون از نیروهای دادخواه یعنی خانواده‌های بازماندگان هستن و اینا. من فکر میکنم که همون جوری که توی صحبت‌های قبلی من گفتم و دوستان دیگه هم توی صحبت‌هاشون اشاره کردن، اولین چیزی که این به اصطلاح خانواده‌ها، این بازماندگان میخوان این که واقعیت روشن بشه در چه شرایطی بوده، چه جوری پیش رفته، چه جوری این بچه‌ها رو، این دوست عزیزان رو کشتن، اینا مشخص بشه در وهله اول. من آدم بسیار امیدواریم، دلم میخواد که در هر موقع و هر جایی که امکانش باشه به این به اصطلاح جنایت و چه اعدام‌های قبل چه به طور مشخص سال 67 پرداخته بشه. ولی نمیدونم آیا در جمهوری اسلامی اصلا این میسر خواهد بود یا نه. این سوال بزرگیه. شما اگر توجه بکنید، خانواده ها اگه اشتباه نکنم به مناسبت سالگرد همین کشتار نامه نوشتن به رئیس جمهور جدید آقای روحانی اگه اشتباه نکنم. بالاخره تقاضا کردن، گفتن ما میخوایم بدونیم. آیا پاسخ ایشون حتی به این نامه دادن؟ آیا اینکه در این چارچوب میشه به اصطلاح یک راه چیز اون در اولا در صورتی که قوه قضاییه مستقل باشه، و شما بهتر از من میدونید که قوه قضاییه در ایران مستقل نیست که یک قاضی با شهامت یا قاضیانی پیدا بشن و یه همچین چیزی. اگر بود من فکر میکنم که همه خانواده ها، همه بازماندگان دوست دارن که هرچه سریع تر بهش بررسی بشه، حتی وقتی که در زیر جمهوری اسلامی. ولی من فکر میکنم که این امید چیزی نیست، امیدواری واقعی نیست. من فکر میکنم بیشتر باید دنبال راه حل های به اصطلاح بین المللی بود که چجوری میشه از طریق، چون کاملا شما 2002 رو گفتید و نمیشه این واقعه قبل از این بوده، باید راه چاره این رو پیدا کرد. ولی باز هم احتیاج هست که تا اون جایی که ممکنه این خانواده ها بتونن اسنادی، چیزایی، مدارک، عکسایی، شهادت هایی که دارن جمع بشه و بتونه یه پشتوانی بین المللی وجود داشته باشه که بشه از طریق این به اصطلاح امکانات بین المللی حداقل این مسئله در ابعاد بیشتری بحث بشه. من دلم میخواد فقط یک اشاره ای بکنم که شما میگید که جامعه اگه وقتی که به اعتراض میکنه با آقای پور محمدی یعنی هنوز نمیدانه، هنوز یعنی جامعه پس به سر خشونت داره. نه آقای پورنقوی، به نظر من هنوز مردم ایران نمیدونن چه اتفاقی افتاده، هنوز یعنی آگاه نشدن از ابعاد فاجعه. من امیدم بیشتر به اینه که اگر یک روزی بفهمن چه اتفاقی واقعا در زندان‌های جمهوری اسلامی افتاده، شاید واکنش بیشتری نشون بدن. نتیجتا سال 88 وقتی که بعد از اون تقلب انتخاباتی اون سر و صداها شد، چون امکانات دست جمعی بود، ویدیو بود، فیلم بود، اینا بالاخره مردم یه مقداری در جریان قرار گرفتن. ولی اون موقع خاطرتون هست که همچین امکاناتی نبود. برای همین من فکر میکنم آگاه سازی یعنی بشه که بیشتر از طریق ارتباطات جمعی که الان مردم را دسترسی دارن، جوونا دارن، انترنت، در جریان این واقع قرار بگیرن، نه به خاطر کاشتن تخم نفرت، نه، برای آگاه سازی، بیدار سازی. یه جوانی که برای اینکه اتفاقا تسویه حساب بکنه با خشونت باید بفهمه، ببینه که چقدر این غیر انسانی این خشونت که نکنه این کارو. فردا اگر اون در مصدر قدرت قرار گرفت با هر ایدئولوژی که میخواد باشه، بحث سر اینه. ابعاد جنایت باید وظیفه مقدم خانواده ها، فشار بر به اصطلاح امکانات ارگان های بین المللی و آگاه سازی بازم بیشتر خود افکار عمومی در ایرانه. به نظر من هنوز خیلی ها نمیدونن چه اتفاقی در این افتاده. مسئله دیگه من فکر میکنم که مستقل از این که اون انسان هایی که کشته شدن، اعدام شدن چه تعلق سیاسی داشتن، چه تعلق ایدئولوژی داشتن، به هیچ وجه نباید تعلقات گروهی و ایدئولوژی اونها در این کار مشترک اتفاقا سایه بیندازه. میتونن نیروهای مذهبی باشن،
چپی باشن، غیر مذهبی باشن، چون شما اشاره کردی قرائت مختلفی ممکنه داشته باشن از مذهب. ببینید اینجا ما راجع به آلترناتیو برای جمهوری اسلامی که صحبت نمی کنیم که حالا گفتمان داشته باشیم یا نه. اینجا سر اینه که یک سری زندانی سیاسی رو با اعتقادات، با تعلقات سیاسی، ایدئولوژیک، مذهبی، چپ، دموکرات، لیبرال، بهایی، ارمنی، اینا رو هم بگیم، بردن، ناجوان مردانه کشتن، لغت غیر انسانی، و اعدام کردن. من فکر میکنم اتفاقا در این رابطه اصلا قطبی وجود نداره. این فایده همه با هم باشن سر این مسئله دادخواهی بکنن. اگر من بگم وظیفه مقدمه ما چیه، باید در این مورد هر گونه اختلافی داریم کنار بذاریم و در یک کار ابعاد به اصطلاح مشترک کار بره بالا و در رابطه با مسئله خود کشتار زندانی سیاسی به اصطلاح بتونن خانواده ها با هم دیگه کار بکنن و بتونن نیروشون رو در جهتی به کار ببرن که شاید یه روزی یه دادخواهی بر علیه این جنایت بشه. خانم انصاری، آقای علی جانی، آقای پورنقوی، خیلی ممنون از شرکتتون در این میزه گرد.